Hello, another episode of Paris Properties from Aria TV. سلام. پرستو پرس شیرازی هستم. ادامه برنامه قبلمون هست از تلویزیون آریا. یک خبری که من میخواستم امروز اعلام بکنم اینه که من در پروگرام قبلی گفتم که مال آفیس رویال لپیج هستم. تغییری که در ایجاد شده اینه که من به خاطر اینکه معتقدم که در منطقه نورث شور و همچنین ونکوور خیلی مهمه که زبانهای مختلف آدم ارائه بده توی ریال استیت سرویس و خدمات ریال استیتش، آفیسمو عوض کردم و آفیس جدید من ساتن وست کوست ریالتی هست که علتی هم که این حرکت انجام دادم این هستش که با یه تیمی که چاینیز هستن همکاری میکنیم و از این به بعد میشه سرویس رو هم به زبان فارسی، هم به مندرین و هم به انگلیسی به همه کامیونیتی ها ارائه داد. ونکوور که این روزا هوا حسابی سرد و بارونیه، ولی هنوز زیباست و میدونیم که این بارندگی زیاد هم زیبایی بهار رو در پی داره و همچنین تابستون. ولی خب زمان خوبی هم هستش که از مارکت ریال استیت استفاده کنیم. حالا یه تغییری که اخباری که هستش که من خیلی دوست دارم اینو با شما شیر بکنم که تو اکتبر امسال بانک کانادا اعلام کرده، تغییری در مورگج هست و مبلغی که بانک میتونه به افراد قرض بده و این روی مورگجی هستش که انشورد نیست، یعنی که روش بیمه نیست. کدوم مورگج ها انشورد نیستن؟ مورگج هایی که افراد داون پیمنت، پول پیش 20% و به بالا میذارن. این مورگج ها لازم نیست بیمه داشته باشن و به تبع ریسک پذیری باز پرداخت این مورگج ها بالا هستش. بانک کانادا یه تغییراتی داره ایجاد میکنه و یه استرس تستی داره میکنه که تقریبا حدود 20% مبلغی که افراد بتونن قرض بگیرن میاد پایین. این به چی معنی هستش؟ یعنی مثلا اگر شما قبلا مورگج بروکرتون به شما گفته بوده 1,000,000 میتونین از بانک قرض بگیرین، ممکنه الان مورگج بروکر به شما بگه نه، بیشتر از 800,000 تا نمیتونین قرض بگیرین. حالا من به عنوان یه ریالتر توصیه‌ای که دارم این هستش که قبل از اینکه بخواین شروع کنین به فعالیت خونه خریدن و خونه دیدن، خیلی خوب هستش که با یه مورگج سپیشیالیست شما مشورت بکنین و پری اپرووود مورگجتون رو بگیرین و بدونین که تا چه مبلغی میتونین وام بگیرین از بانک که با همون بودجهتون حرکت بکنین و منزلی که میخرین در حد بودجه باشه. چون متاسفانه بعضی اوقات افراد ممکنه علاقمند بشن به خونه‌ای که دوست دارن ولی بانک و مبلغ رو بهشون قرض نده و این خیلی اکسپیرینس جالبی نیست و هارت بریکینگ هست به قول معروف به انگلیسی. Anyways, من در جلسات آینده حتما یه مورگج سپیشالیست توی این برنامه خواهم داشت که به صورت تخصصی اطلاعات مورگج رو در اختیار شما قرار بده. موضوع امروز برای این برنامه اوپن هاوس هستش. خیلی خوبه بدونیم که اصلا اوپن هاوس چی هستش که میگن مثلا ایجنت اوپن هاوس اور پابلیک اوپن هاوس. بیم با پابلیک شروع کنیم. موقعی که افراد ملکشون رو دوست دارن که بفروشن و میذارن برای فروش روی سیستمی به اسم MLS، با یه ریلتر قرارداد میبندن و اون ریلتر کارش این هستش که مارکتینگ انجام بده برای فروش این ملک. حالا میتونه عکس خوب باشه، میتونه شوینگ باشه، میتونه اوپن هاوس باشه، ویدیو باشه و متدای مختلف. حالا تیکه اوپن هاوس یکی از این تول هایی هست، یکی از این ابزاری هستش که برای مارکتینگ پراپرتی ما استفاده میکنیم. یعنی اینکه یک ساعتی رو انتخاب میکنیم که معمولاً ویکند هست که بایرها به خصوص برای کاپل ها یا بچه دارن، زن و شوهرها بتونن ساعت کاری آزاد و گرفتاری نداشته باشن و بتونن بیان توی فاصله معمولا بین 2 تا 4، بعضی اوقات 1 تا 3، افراد اون ملکی رو که روی اینترنت دیده بودن قبل حالا به صورت فیزیکلی ببینن و حسش بکنن، ببینن که این خونه چی هست و چه جوری هستش. این 2 تا فایده داره. برای بایر فایدهش این هستش که
یه پنجره زمانی وسیع 2 ساعته بهش ارائه داده شده و هیچ تعهد زمانی به کسی نداره که بخواد استرس بشه در موردش و معمولاً یه ملک هم شنبه هم یه شنبه بعضی اوقات یکیشو داره. بنابراین این فلکسیبیلیتی زمانی رو به بایر میده که بایر بتونه تو اون پنجره 2 ساعته بیاد و اون ملکی رو که دوست داره ببینه. و به فروشنده فایدهش چی هستش؟ فروشنده خیلی راحت 2 ساعت رو آزاد میکنه، خونش رو بسیار تمیز و پرزنتبل میذاره و ماکسیموم افرادی رو که قرار این خونه رو ببینن دعوت میکنه به خونش. بنابراین لازم نیست که به صورت پرایوت نشون بده. حالا میشه پرایوت هم 100% این کنار هست، ولی این به قول انگلیسی ما میگیم اکسپوژر، یعنی اینو بیشتر و بیشتر میتونه به تعداد افراد بیشتری این ملک رو نشون بده. ملکی که ما میخوایم این هفته معرفی کنیم تو منطقه چارتول توی وست ونکوور هستش. چارتول بسیار منطقه زیبایی هست توی وست ونکوور و علتش ویو آن ابستراکتد ویو عالی اقیانوس هستش که بیشتر پراپرتی های چارتول به خصوص قسمت نورتش دارن. حالا چرا ما میگیم این پراپرتی خوب هستش؟ مشخصات ویژگی‌هایی هستش که باید یه توی ملک رعایت بشه. بعضی املاک ویو خوب دارن ولی درایویشون بسیار شیب داره. این ملکی که امروز من به شما معرفی میکنم درایویش فلات هستش، بعد از اون ور ویو آن ابستراکتد داره و این خیلی ویژگیه که کم میشه پیدا کرد. اگر شما ملکی پیدا کردین که صاف هستش ولی ویو آن ابستراکتد داره، یکی از خصیصهایی هست که مطمئن باشین زمینه مورد پاپیلری هستش. علت دیگه ای که منطقه چارتول توی وست ونکوور منطقه پاپیلری هست اینه که نزدیک 2 تا مدرسه بسیار خوب تو وست ون هست، یکی چارتول یکی سنتینال. این 2 تا مدرسه جفتشون مدرسه های پابلیک هستن. سنتینال بسیار رنکینگ خوب داره و همچنین همونجور که میدونیم توی وست ونکوور پرایوت سکول هایی مثل کالینگوود و مالگریف هستش که بسیار رنکینگ بالا دارن و برای فامیلی وست ونکوور منطقه ایدئالی هست. من الان روی کامپیوترم این پراپرتی رو به شما نشون میدم. ملک حدوداً 16240 تا 40 سکور فوت سایزش هست و توی 2 طبقه هستش. هر طبقهش 2300 سکور فوت هست و کاری که کرده صابخونه طبقه پایینش رو که 3 تا اتاق خواب داشته اجاره داده و خودش طبقه بالا هست که 2 تا اتاق خواب داره و این بسیار بسیار کار عاقلانه هستش، چون که تو اون منطقه با این همچین خونه‌ای که استخ و ویژگی های بسیار لاکچری داره رنت خیلی خوبی هم میشه در این حال از این خونه داشت. حالا یه مقدار من ویو رو به شما نشون بدم. ویو این پراپرتی هستش. ببینین آن ابستراکتد، هیچی منظره جلوش بلاک نشده. خونه استخ داره، اون طبقه پایین اون واحد سخابش هستش که منظره استخر هم اونا دارن. باز هم منظره ویو هست و این داخل طبقه بالا هست، سالن بسیار بزرگ، آشپزخونه بزرگ و ویژگی دیگه یک چیزی که داره واک کیچن یا چاینیز کیچن داره که میشه آشپزی اضافه رو از اونجا انجام داد. این در ورود هست، سالن پذیرایی، آشپزخونه، باز هم پیکچر آشپزخونه هستش. بازسازی شده، پنجره ها عوض شده، دشتی توالت بازسازی شده و چیز دیگه ای هم که خواستم بهتون بگم بره بسیار بزرگی داره و وقتی که نگاه میکنیم توی یکی دیگه از خصیصه های فروش خونه این خوبیش این هستش که نه تنها برش زیاده، ویوش هم از شرق شروع میشه all the way to Vancouver Island میره و این دوباره چیزی هستش که به تب همه دوست دارن و همه موقعیت ایدئالی هستش که ما میخوایم توی ملکای وست ون باشه. حالا برای اطلاعات بیشتر اگه دوست داشته باشین میتونین با تلفن من تماس بگیرین 604-613-1111. ایمیل منم هست parislisting@gmail.com. وبسایت منم هست parisshirazi.com www.parisshirazi.com. خیلی ممنونم، خوشحالم که در خدمتتون بودم.